پروتکل پی پی ای چیست و در راوترهای مایکروتک و ویندوز چطور کانفیگر می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس گذشته ما که در مورد وی پی ان ها صحبت کردیم و پروتکل ال تی تی پی و پی پی تی پی را کانفیگریشن کردیم دوستان، امروز میایم روی یک پروتکل جدید از وی پی ان ها صحبت میکنیم به نام پی 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 او ای دوستان، یا ترپل پی او ای، یا پوینت پوینت پروتکل اوور ایدرنت. این کدام پروتکل است بر وی پی ان ما؟ یک پروتکل است که فعلا در بازار زیاد استفاده میکنند، در بخش وی پی ان آی اس پی زیاد استفاده میکنند به خاطر پروواید کردن اینترنت بر کاستمرای خود. چه رقم است دوستا؟ فعلا آی اس پی ها گرفتن یادان پی پی سرور در دفتر مرکزی خود یا در کورنیتور خود اونها رن کردن و تمام کاستمرایشون که در اکس پوینت هاشون وصل میشه دوستا، بر تمامشون یک تا یوزر نیم کریت میکنه و یادان پسورد کریت میکنه و انمی برشون چیکار کرده؟ این از طریق انمی یوزر نیم و پسورد یوزر کاستمرایشون اینترنت میگیره و از طریق انمی یوزر نیم پسورد اینا پروفایل برشون جور میشه دوستا و اونها میتونن بندوید سرشون لیمیتیشن بکنن و تمام کارا رو میتونن از این قسمت انجام بدن. هیچ خوبی داره که آی اس پی زیاد از این استفاده میکنه دوستا، آی اس پی بخاطر از این استفاده میکنه که منیجمنت برشون ساده هست، دیگه نیاز نیست که هر کلاینت جدید بیاید برشون جوین شوه و بگیره یک دونه آی پی آدرس برازو منوالی استراتیگی راوت بکنه، کریت بکنه آی پی آدرس لسی باشه برازو راوت به پس آی پی آدرس های خود جنجالک خیلی زیاد داره. میگن نه دیگه ما نمیخوایم اون جنجالک جور بکنیم، میگه یک دونه پول برشون جور میکنیم، یک دونه پی پول از قبل از قبل برشون جور میکنیم و از اون پول میم بر ما چیکار کنه؟ آی پی آدرس دیگه تقسیم کنه و بر کاستمر ما یوزر ما که تازه بخواد در نتورک ما جوین شوه بر شک تا یوزر نیم و پسورد برش میتیم که با اونم یوزر نیم پسورد در نتورک ما شما جوین شوه و کار مانیتورینگ بسیار ساده میکنه. ما میتونیم از طریق نمی یوزر نیم دیگه مانیتورینگ بکنیم و پکیج رو ببینیم و ببینیم که چقدر فعلا کاستمر ما استفاده داره، چیکار کرده، چیکار نکرده، تمام از اینا رو ما شما میتونیم مانیتور بکنیم. و یک از پروتکل های پرطرفدار در عرصه آی اس پی همین است که ما در آی اس پی یک استاتیک کانفیگریشن داریم که آی پی رو منوالی برشون میتیم، خود ما برشون کریت میکنیم و یک از پی 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 یو کانفیگریشن میکنیم که برشان یوزر نیم پسورد میتیم و اونا از طریق اونا یوزر نیم پسورد در نتورک ما شما جوین میشه دوستا. پی پی یو وی پی ان ما شما که هست یا از جمله وی پی ان ها هست که دیگه سایت سایت نداره دوستا، که ما با شما مثل ال تی پی و اس پی پی تی پی بگیم که سایت سایت باید کانفیگر دو نتورک بین دیگه ارتباط بده، نه اینا دیگه دو نتورک بین دیگه ارتباط نمیده، اینا فقط چیکار می کنه؟ نتورک جدید را که کانکشن لیر 2 با این نتورک دیگه داشته باشه میتونه ارتباط بگیره، مشکل نداره. اما اصلا استفاده ازی با او وی پی ان کاملا فرق داره. او وی پی ان پروتکل ال تی پی و پی پی تی پی و اس تی پی را که باز میخوام اینا کاملا فرق داره دوستا، اینا فقط بخاطر پروواید کردن اینترنت بسیار زیاد استفاده میشه که بسیار زیاد تیز است و بسیار زیاد سکیور است، یعنی هشنگ هم داره و سرعتش بسیار خوب است. پی پی ای یا پوینت تو پوینت پروتکل اوور ایدرنت پروتکل است که حمل میکنه هم ایدرنت بر ما شما حمل میکنه دیتا ایدرنت در لیر 2 کار میکنه، این لیر 2 پروتکل است، یعنی باید تمام کلاینت های ما شما یوزر های ما شما یک کانکشن لایر 2 با چی داشته باشه؟ با کور نتورک ما داشته باشه که آی اس پی اورا اکس پوینت کانفیگریشن میکنه دوستا، با شما گفتم که برج میگیره و طرف استیشن خود استیشن میگیره و او وصل میشه دوستا. یا در راوتر ما شما یک چی داشته باشه؟ میدان کیبل دایرکت دست کمپیوتر ما دست دو وصل شوه دوستا. این چی است؟ یک پی پی وی پی ان بر ما شما کانکشنش چی شوه؟ استفاده شوه، استپل شوه. سرویس پرووایدر گفتم زیاد از این استفاده میکنه به خاطر که اینترنت بر کاستمر خود بوده و منیجمنت برشون بسیار ساده کرده و تا اکثرا تمامی یعنی اپراتینگ سیستم ها یا بر شما بگویم ویندوز باشه، لینکس باشه، تلفن باشه، آی اس باشه، اندروید باشه، تمام از اینا ای را سپورت میکنه به خاطر کم فاست است و سکیور است دوستا. و مهمترین گپ چیه که اینا باید در سیم نتورک باشه، دیگه نتورک های از اینا باید مختلف باشه دوستا، سیم نتورک باشه، یعنی یک کانکشن لیر 2 داشته باشه، تو نمیشه که دو دونه نتورک طرفدار باشه یا ما شما او اس پی فینار کانفیگر کنیم باز اینا ما شما به میره پس اثر کانفیگر کنیم، تو نمیشه ای او اس پی اوورلند لیر 3 کار نمیکنه، فقط لیر 2 کانکشن باید اینا داشته باشه، یعنی باید با هم راوتری که ما پی پی سرور رو کانفیگر میکنیم با یک کانکشن چی داشته باشه؟ لیر 2 کانفیگریشن داشته باشه، کانکشن داشته باشه، ببخشید لیر 2 کانکشن فقط نیاز داره. و ای گفتیم به خاطر پابلیک آی پی نمیتونه مثل ال تی پی و پی پی تی پی کانکشن که ما شما در ال تی پی و پی پی تی پی فقط آی پی سرور خودم میزنیم اون رو برش کانکت میشیم، دیگه بر اساس آی پی آدرس ها نمیتونیم ما شما کانکت کنیم چی آی پی پابلیک باشه چی پرایوت، و امایی در عوض به چی باید ما شما وصل میشیم؟ بر اساس اینترفیس است دوستان.
اینترفیس ما شما میتونید وصل شید. ما مثال برتان میگم این یدان راوتر مایکروتک ماست، دین پی پی سرور ماست، ما این یدان راوتر مایکروتک دیگه موندیم. ما میخوایم ایدر مثلا یک از این چیز طرف همی سویچ ما رفتن، ما میریم پی پی سرور طرف ایدر یک طرف سویچ رفته ده اونجا راه اندازی میکنیم دیگه کدام مای پی آدرس اینجا از ما نمیخوای که تو آی پی آدرس سرور تبته. به خاطر از همین اینو نیاز دارم به کانکشن لایه توی دوستا که مایکروتک راوتر ما میتونه ام پی پی سرور شوه و ام پی پی چی شوه دوستا کلاینت شوه که ما شما میتونیم اینا رو کانفیگریشن بکنیم. پی پی خود روی یک اینترفیس مختص میتونیم راه اندازی بکنیم و همه قسم کلاینت ما میشه روی اونمو اینترفیس که طرف وان سایتش یا طرف همو کانکشن که با لایر 2 داره با اونمو اتومات وصل باشه که ما شما بتونیم پی پی را کانفیگریشن بکنیم و بر هر اینترفیس ما شما میتونیم راه اندازی بکنیم یک پی پی سرور. دوستا راه اندازی کردن از این کدام مشکل نداره، بعض استیپا داره، ما شما این استیپا را در نظر میگیریم، بسیار راحت و ساده کانفیگریشن میشه. دوستا میریم دوستا امو پی پی سرور خود کانفیگریشن میکنیم. ما اینجا میریم در مایکروتک خود، در قسمت مایکروتک میریم لاگن میشیم در مایکروتک خود. ما میگیم چی باشه اولین کاری که ما میکنیم، میرفتیم میدان پول جور میکنیم دوستا به نام وی پی ان. ما پول جور کردیم دوستا دیروز در درس گذشته پول جور کردیم صحیح سک میگیم به نام وی پی ان پول داریم. میام در قسمت پروفایل یک دونه پروفایل جور میکنیم به نام دوستا پی پی او ای سرور. پی پی او ای جور میکنیم، میگیم چند باشه 192.168 ده یک باشه لوکال آدرسش و ریموت آدرسش چی باشه دوستا وی پی ان باشه و در این قسمت ها اگر ما شما دی ان اس هم برش روان میکنیم این هم دی ان اس باشه. ما گرفتیم یک تا پروفایل جور کردیم به نام پی پی ای دوستا، لوکال آدرس ای رو گرفتیم و ریموت اکسس برای کسایی که یوزر ما وصل میشه از ریموت آدرس ما یک رنج داریم از وی پی ان بود از پول ما بیگم را و دی ان اس هم باشم پروواید که 8888 و پروتکل شام چی باشه میم انکریپشن هم بکنم مشکل ندارم، کامپرشن هم میکنی بکو، لیمیتیشن هم میتونیم از این قسمت لیمیتیشن هم کنیم چقدر ما شما لیمیت میکنیم. من مثال میگم یک ام بی دانلود یک ام بی اپلود برشون لیمیت بکار یوزر که از این پروفایل میگیره و کیز رو برشون اد کو مشکل نداره. خب میرم دیگه در کجا ما سکرت جور میکنیم دوستا، میگم برای پی پی ای ادان سکرت جور میکنیم به نام زوم بایت یا زی بی، پسوردش 123 و سرویسش چی باشه پی پی او ای را باید رن بکنه. کدام پروفایل؟ پروفایل پی پی او ای. در این قسمت ما شما به زی بی جور کردیم دوستا، میگم سر پی پی او سرور، میگم پی پی او سرور در کدام اینترفیس میخوای راه اندازی بکنی، روی کدام اینترفیس باید این سرور راه اندازی شه. ما میگم فعلا روی اینترفیس که طرف سویچ ما رفته باشه، ما میگم اینترفیس دوی ما شما طرف سویچ ما رفته، میگم اینترفیس دوی ما طرف سویچ رفته یا طرف لان رفته. میرم در قسمت پی پی میگم در کدام اینترفیس، اینترفیس ایدار دوی ما طرف لان رفته، میگم نامش چی باشه، میگم پی پی او ای سرور و دیگه میگم کدام پروفایلش هست، پروفایلش پی پی وی هست دیگه، ما شما کدام چیز دیگه ندارن در قسمت دیره میگم چی باشه اوکی باشه. وقتی را اوکی اوکی کردیم دوستا میریم در قسمت چی، در قسمت مایک امی ویندوز خود میریم در این قسمت. ما میگم چی کار که بر ما یک دانه دیال اپ کار داره، ما فعلا وی پی ان کار نداره، میده وی پی ان کار نداره، ما یک دانه سیستمی دیال اپ میخوایم کانفیگر کنیم. میگم میخواید اینترنت وصل شه، میگم بله. میگه چی رقم میخوای ستاپ نیو کنکشن، میگم بله کنکشن جدید میخوایم برند پی پی بله. یوزر نیم که ما کریت کرده باشیم به نام زی بی بود، پسورد چی بود دوستا 123 و میگه نامش چی باشه، ما میگم مای پی پی اوی یک نام باش میدیم. خب میگم اوکی و مجرد که ما اوکی کردیم دوستا ببینین برای امی پی پی ما شما وصل شد و از طریق این امی پی پی ما شما گرفتیم به دنیا اینترنت هم وصل میشیم دوستا، هیچ گناه مشکل ما شما نمی داشته باشیم و در اکثر جا این امی قسم دوستا اونا راندازی میکنیم. ببینیم فعلا در قسمت اکتیف کنیشن ها بیایم، میگه از پی پی اینا شما یک سرور در این سرور وصل شده، شما هستین فعلا کدام کسومر از استفاده میکنه، وصل است کسومر زی بی هست دوستا، این انکریپشنش هست، این کودینگش هست، این آی پی آدرس برش اختصاص داده و تمام همی موارد را در اینجا برای ما شما ذکر کرده. در قسمت انترفیس سم اگر بیم گفته پی پی وی زی بی در از پی پی سرور بایندینگ شده برای زی وصل شده،
دیگه یعنی فعلا استفاده میکنه. در قسمت کیو ما شما کیوز هم بریم دوستا بر ما در اینجا از کیوز داینامیک هم دوستا بر ما عرض شده دوستا. در قسمت ترافیکش کنیم بر ما میگه اینقدر ترافیک داره فعلا. این داینامیک است میگه این یوزر جی بی اس و با دیفالت تمام آی پی آدرس خود از پی پی سرور ما میگیره. فعلا آی اس پی از همین استفاده میکنه دوستا که برشون بسیار کارم ساده کرده. در قسمت اینترفیس هم اگر ما بریم دوستا در قسمت لیر توی ما شما دمولن ما شما انتک پی پی جی بی میگا وصل شده فعلا استفاده داره و ما از طریق زمین ما شما در اینترنت هم وصل هستیم. این سیم دی پینکو 8888 و اگر ما بگویم تریس بگی تریس آر دی بیرین دوستا دیگر نمیره پیش 11-12-1 ما ما اگر در این قسمت این سی پی ال در سی پی ای میرم در قسمت ایدانیت خود فعلا آی پی آدرس ما 10-12-1 باید از این اینترنت بگیره اما در اینجا از این اینترنت نمیگیره. چرا؟ چون ما کنکشن پی پی زدیم از آی پی آدرس 10254 و اگر اینجا تریس هم کردیم از کدام رنج آی پی آدرس ما رفته طرف اینترنت از 2068 10.1 ما آی پی آدرس گرفته و رفته در اونجا از اینترنت وصل شده دوستان. ای پی پی سرور ما که این قسم میتونیم ما شما را اندازی بکنیم دوستان و اگر ما شما بخواییم در ویم ویر هم نصب بکنیم یا در بر شما بگیم پنت لب اینا را اندازی بکنم من میره خیمه اگر نتورک جور میکنم برتان را اندازی میکنم دوستان. خب فعلا ما یک دیاگرام داریم. در این دیاگرام خود ما دیگه پروتکل هم کار کردیم دوستا. همین پروتکل پی پی ایرم در این دیاگرام خود کار میکنیم. ببینید که هیچ قسم کار میشه دوستا. ما فعلا یک کار میکنیم که در راوتر مزار خود میخوایم یک پی پی را پرتیم و امی پی پی ما شما در این قسمت یک راوتر دیگه مد میکنم به نام یوزر مایکروتگ به نام یوزر یک میگیریم یا کلاینت باشه سیز و در مایکروتگ هم با شما کانفیگریشن بکنیم و شما هم در از این طریق بتونید اینا رو کانفیگر بکنید دوستا. اینو در سویچ وصل میکنم. خب سویچ ما فعلا کدام اینترفیس اضافه ندارم و این اینترفیس را دلیت میکنم دوستا و این را اضافه میکنم. سویچ ما رو روشن میکنیم. میرم در قسمت راوتر مزار. در راوتر مزار ما شما اینترفیس چند طرف لان ما رفته؟ اینترفیس یک ما طرف لان ساید رفته دوستا. اینترفیس یک ما شما طرف لان ساید رفته و ما این راوتر خود ریسیت میکنم دوستا که این اینترفیسش به حالت اولی برگرده به خاطر از اینکه این راوترهای ما شما در پنت لب اگر یک بار خاموش و پس روشن شود دوباره بین اینترفیس های ما شما نامش تغییر میخوره محیط ورچوال از ذره مشکلات خود داره. از خاطر کانفیگریشن هایتون خصوصا اینترفیس هایتون هر دفعه که ریسیت میشه پس می خاموش میشه پس می دوستا کم ذره تغییرات میای بشون. ما در قسمت میرم در راوتر مزار میگم ادمین پسورد نداره داش لاگین میشه من نامش رو چینج میکنم با شما دوستا میگم تو جانیم را جدید ادمین ادمین میگم سیستم آیدین تی تی چی باشه یادانه نام ست کو نیمه چی باشه امزی آید آرتی هر میگم لاگین میشیم دهی میگم فعلا از سر یک دفعه رفرش بکنم این راوتر ها را میگم به نام مزار آمده میگم اوکی میگم طرف اینترفیس یک ما طرف چی رفته طرف سویچ ما طرف لند سایت ما رفته دوستا. ما میگم چی کار میگنیم ما ایدانا پی پی سرور میخواییم ایجاد بکنیم و قدم اول ما چیست باید بریم یک دانا پول جور بکنیم برای وی پی این خود میگم پی 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 مثلا دایم بی مشتری که دایم بی است از این پروفایل از این رنج آی پی آدرس چیکار کنه برای ما شما رن بکنه میمی پرزست باشه اصلا 2368 10.1 تا 1.268 10.200 و این از این توضیح کنم دیگه میم روی قسمت پی پی ای میمی تا پروفایل میخواییم پروفایل ما باشه مثلا میگیم 10 بی پی پی وی کلاینت های 10 بی ما با شما اصلا 2368 10.1 و ریمودش چی باشه از یک رنجر کردیم به نام پی پی دی ام بی و دی ان اس هم برشان بته مشکل نداره میم دی ان اس شد میم ری سیکرت میم یک دانه کاستمر داره من مثال میگم کابل یونی به نام کابل یونی برشان جور میکنیم کاستمر پسوردش باشه 1 2 3 4 5 و سرویس ما میخوایم چی پی پی رن بکنیم کدام پروفایل پروفایل دی ام بی یعنی کابل یونیورسیتی از ما دی ام بی اینترنت گرفته و میرم میرم روش راه اندازی میکنیم اوکی میگیم دوستا میگیم در قسمت پی پی سرورش راه اندازی بکنیم میگیم کدام سرویس است میگیم پی 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 وی سرور سرور 10 ام بی بر مشتری دی ام بی خود کدام اینترفیس اینترفیس لان ما و کدام پروفایل پروفایل دی ام بی اوکی میگیم برش
آره میرم در اینی راوتر خود در راوتر کلاینت ما میره در کلاود وصل میکنم که بتانم اکسس بکنم میره از طریق وین باکس میگم از این طرف کار ما خلاص است میرم در این قسمت میگم ریفرش شوه این کلاینت ما هست لسا یوزر نیمش ادمین پاسورد نداره چون بار اول ریسیت است میگم پاسورد ما نمیخواییم کدام انترفیس متاسفش وصل است لسا انترفیس ایداری یک ما خیلی میرم چی کارم در قسمت پی پی ای میرم میگم در این ما چی میخواییم میدانم پی پی ای کلاینت میخواییم لسا میگم پی پی ای کلاینت در کدام انترفیس ار انترفیسی که دم سویچ وصل است لسا یا ارتباط مستقیم که دراوتر داره میگم ایدار یک ما وصل است در سویچ ما که دراوتر وصل است میگم نامش چی باشه نامش هر چیزی که باشه مشکل نداره میرم میگه چی باشه یوزرنیم پسورد که برای دادم میگم یوزرنیم پسورد ما بهش که دادیم قابل یونی هست پسورد شو دادیم 1 2 3 4 5 و ما اوکی میگم دوستا وقتی کوکی گفتم دیدین اینجا حالت رانینگ آمد دوستا فعلا وصل شده در اینجا ما هیچ مشکل نداریم در این قسمت اگر بریم در ترافیکش ببینیم در قسمت استاتسش ببینیم میگه آی پی در 200 را برد داده در یکم ریموت سایت ده هست و دیگه چی است از کدام پروفایل گرفتی سرور دی ام بی گرفتی یعنی تو دی ام بی میتونی کنشن داشته باشی و فعلا کیوز برای ما شما ایجاد نشده بخاطر چی که ما شما در پروفایل اینجا لیمیتیشن انجام ندادیم میم در قسمت لیمیتیشن میم ما کیو نمیخوایم تایم داشته باشیم میم چقدر دایم بی لیمیتیشن برش میکنیم میم دایم بی و تا کیوز رو میم اد شده این دفعه دیسکانکت میکنیم دوستا خب پی پی و این دفعه ما میگم چی کار کن تو دیسکانکت شو و ایدان پی پی کلاینت سر میخواییم این سر وصل شد این همی شما را یوزرنی ما بود کابل یونی و پسورد ما 1 2 3 4 5 است وصل میشیم اوتومات وصل شد بریم در این قسمت چی شد باید کیوز هم اد شده باشه دستا ببینیم فعلا کیوز هم بر ما اد شد مگه این همی کیوزت فعلا هست این قدر استفاده داره در این بی ما برش لاک کردیم تمام لاکینگ و لیمیتشنش را میتونیم از اینجا ما شما بتونیم ببینیم و در قسمت پی پی بریم بعد اکتیو کنکشن هم بر ما شما نشان میده که این کابل یونی ما شما از سرویس پی پی ای بر ما شما چی شده را اندازی شده یا رن شده اگر در قسمت انترفیسس هم ما شما بریم دوستا میگه یک دانه کلاینت ما شما به نام کابل یونی از طرف ما شما چی شده از سرویس پی پی دی ام بی بر ما شما استفاده میکنه دوست و آی اس پی ها به خاطر همین که کلاینت های خود سرویس های مختلف بده از همین طریق استفاده میکنه مثلا کلاینت جرم اینه پروفایل برای 1 ام بی بر 5 ام بی بر 10 ام بی بر 20 ام بی و از همین طریق بهشون یوزر نیم پسورد جرم میکنه پروفایل شون انتخاب میکنه و در دنیای اینترنتی وصل میشه اگر ما بریم در قسمت راوت ما شما ببینیم دوستا اینجا بر ما دان دیفالت راوت هم خودش اتومات بر ما شما میگیره دوستا که اینترنت هم بر ما بتنه دوستا ای از پی پی ای ما شما شد که بسیار سرویس چی میگه کارآمد است بسیار کار و کاربرد داره فعلا آی اس پی هم از این طریق اینا با این یک دیگر ارتباط میده فقط اینجا کیبل است اونها سم پوینت پوینت دارن که پوینت پوینت هم بریجینگ میکنه دیگه مشکلش حل میشه دوستا ای بود از ویدیو امروزی ما شما بخاطر از اینکه ویدیو ما طولانی نشوه درس بعدی را در ویدیو بعدی براتون تشریح میکنم دوستا تا ویدیو بعدی الله یار و نگهدارتون.